به نام خداوند بخشاینده و مهربان، و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چنل خوش آمدید. آرزو مندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چنل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای من را با دوستان خود نیز شریک سازید. وزیر خارجه امریکا توافقنامه صلح با طالبان را امضا نمی کند. قرار است تا ساعت دیگر توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان که مذاکره برای دستیابی به آن 18 ماه طول کشید در دوحه پایتخت قطر امضا شود. منابع امریکایی به بی‌بی‌سی تایید کردند برخلاف آن چه که گفته می شد، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا پای این توافقنامه امضا نخواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان و ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان به نمایندگی از این گروه این موافقت نامه را امضا خواهند کرد. دیشب رئیس جمهور امریکا با نشر اعلامیه گفت که مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور در مراسم امضای توافقنامه بین امریکا و طالبان در دوحه حضور می‌یابد و همزمان مارک اسپر وزیر دفاع امریکا یک اعلامیه مشترک با حکومت افغانستان صادر خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته که مردم افغانستان خودشان در امور آینده کشورشان به توافق برسند و از فرصت به دست آمده برای تحقق صلح استفاده کنند. طالبان گفتند که نمایندگان از نزدیک به 30 کشور و سازمان‌های معتبر بین المللی در این مراسم شرکت خواهند کرد. انتظار می‌رود که با امضای این توافقنامه به طولانی‌ترین جنگ آمریکا در خارج این کشور پایان داده شود و از زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراهم گردد. منابع آمریکایی گفتند که در قدم اول پس از امضای موافقتنامه تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان از نزدیک به 12,000 به 8,600 نیرو کاهش خواهد یافت. ترامپ: مردم افغانستان از فرصت به میان آمده برای صلح استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از مردم افغانستان خواسته تا از فرصت به میان آمده برای صلح و رقم زدن آینده جدید برای کشورشان استفاده کنند. آقای ترامپ با نشر یک بیانیه گفته بر اساس فرمان او، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز شاهد امضای توافقنامه صلح میان این کشور و نمایندگان طالبان در قطر خواهد بود و مایک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز اعلامیه مشترک را با دولت افغانستان صادر خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده است که اگر طالبان و دولت افغانستان به تعهداتشان عمل کنند، آمریکا مسیر قدرتمندی را برای پایان دادن به جنگ در افغانستان و بازگرداندن نیروهای خود به این کشور خواهد داشت. او گفت این تعهدات گام مهم برای برقراری صلح پایدار در افغانستان جدید، آری از القاعده، داعش و هر گروه تروریستی دیگری است که می خواهد به ما آسیب برساند. آقای ترامپ در ادامه تاکید کرد که در نهایت آینده افغانستان بر عهده مردم این کشور خواهد بود. او گفت ما از مردم افغانستان می خواهیم که از این فرصت برای صلح و آینده جدید برای کشورشان استفاده کنند. او همچنین با اشاره به طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا گفت این کشور 19 سال پیش برای ریشه‌کن ساختن تروریست ها مسئول حملات 11 سپتامبر به افغانستان رفت. او تاکید کرد که آمریکا در این ماموریت به پیشرفت های بزرگی با هزینه های سنگین دست یافت. قرار است امروز شنبه 29 فوریه توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شود. روز گذشته دفتر سیاسی طالبان در قطر به بی بی سی گفت در مراسم امضای این توافقنامه وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمان‌های معتبر بین المللی شرکت خواهند کرد. این توافقنامه زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و گفتگوهای بین الافغانی را فراهم خواهد ساخت. از سوی دیگر قرار است یانس استولبرگ دبیر کل ناتو و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا امروز اعلامیه مشترک همکاری های دوامدار را با دولت افغانستان در کابل امضا کنند.
دعاخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به بی بی سی گفت هدف از امضای این اعلامیه مشترک ادامه حمایت جامعه جهانی از نیروهای امنیتی افغانستان است. بعد از نزدیک به 20 سال جنگ و بیش از یک سال گفتگو میان نمایندگان دو طرف، نمایندگان بلند پای طالبان و امریکایی قرار است توافقنامه ای را امضا کنند که توقع می رود طولانی ترین جنگ امریکا را پایان ببخشد. در این جنگ ده ها هزار شهروند افغان و بیش از 3500 سرباز امریکایی و ائتلاف بین المللی جان خود را از دست دادند. پامپیو: ایران را زیر نظر داریم تا تلاش های صلح در افغانستان را مختل نسازد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت ایران را بدقت زیر نظر داریم تا تلاش های صلح در افغانستان را مختل نسازد. قرار از فردا شنبه 29 فوریه پس از یک هفته کاهش خشونت موافقت نامه صلح میان نمایندگان امریکا و گروه طالبان در دوحه قطر به امضا برسد. گفته می شود وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمان‌های معتبر بین المللی در مراسم امضای توافقنامه میان این گروه و امریکا شرکت کنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر به بی بی سی گفت این توافقنامه آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان را رقم خواهد زد. با امضای این توافق زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و گفتگوهای بین الافغانی نیز فراهم می شود. منابع در ارگ ریاست جمهوری به بی بی سی گفتند که یک هیئت 6 نفری را برای انجام گفتگوهای مقدماتی با طالبان به دوحه فرستادند. آقای شاهین گفته که نمایندگان طالبان در قطر با این هیئت دیدار نخواهد کرد. منابع آمریکایی گفتند در صورتی که کاهش خشونت‌ها همچنان ادامه یابد در قدم اول حدود 4000 سرباز را طی حدود 4 ماه از افغانستان بیرون خواهد برد. به این ترتیب تعداد نیروهای خارجی در افغانستان به 8600 نفر کاهش خواهد یافت. انتظار می رود نمایندگان کشورهای منطقه در مراسم فردا شرکت کنند، اما از شرکت نماینده ایران نیز در این مراسم خبری در دست نیست. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مراسم به عنوان مهمان حضور خواهد داشت. دبیر کل ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت میکنیم. طالبان هرگز با جنگ پیروز نمی شود. یک روز پیش از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، یانس استوربروک دبیر کل ناتو میگوید این سازمان به حمایتش از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد و طالبان بدانند که از راه جنگ هیچگاه نمی توانند پیروز شوند. آقای استوربروک در نشست خبری در بروکسل گفت امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان آغاز یک راه طولانی و دشوار برای رسیدن به صلح در افغانستان است و تصمیم اصلی برای صلح دائمی در افغانستان در مذاکرات بین الافغانی گرفته خواهد شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز اعلام کرد که قرار از دبیر کل ناتو و مارک اسپر وزیر دفاع امریکا برای امضای اعلامیه مشترک همکاری های دوامدار با دولت افغانستان به کابل سفر کند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز جمعه 9 اوت به بی بی سی گفت هدف از امضای این اعلامیه مشترک ادامه حمایت جامعه جهانی از نیروهای امنیتی افغانستان است. او گفت جامعه جهانی در این اعلامیه به ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تعهد می‌سپارد. این در حالی است که قرار است فردا مراسم امضای توافقنامه میان امریکا و گروه طالبان در قطر برگزار شود. دفتر سیاسی طالبان در قطر به بی بی سی گفت که در این مراسم وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمان‌های معتبر بین المللی شرکت خواهند کرد. دولت افغانستان نیز برای گفتگو با گروه طالبان آمادگی می‌گیرد و به همین منظور یک هیئت دولتی تحت نام گروه تماس با طالبان را به قطر فرستاده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به بی بی سی گفت گروه تماس حکومت افغانستان بر اساس تقاضای امریکا و طالبان به قطر سفر کرده است.
پیشتر گزارش های وجود داشت که این هیئت دولتی در مورد چگونگی آزادی زندانیان طالبان نیز گفتگو خواهند کرد. اما آقای صدیقی میگوید روی مسئله آزادی زندانیان طالب در گفتگوهای بین‌الافغانی بحث خواهد شد. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.